در کیلومتر 20 جاده‌ای که شهر کهن شیراز را به بنای جاودانه تخت جمشید متصل می نماید، در دامنه کوهی سترگ کهن شهری آرمیده که قدمتی بیش از 2500 سال دارد، شهر باستانی زرقان، مکانی که بر اساس تحقیقات دکتر ارفعی در لوح‌های تخت جمشید از آن به نام رکن یا رکان نام برده شده. در تاریخ آمده که تیمور لنگ سر تا سر این شهر را ویران نمود، ولی بار دوم هنگام مراجعت از ترکیه پس از اطلاع از گذشته درخشان فرهنگی زرقان این شهر را مجدداً بازسازی نمود. از کهن‌ترین بناهای این شهر که قدمتی حدود 200 سال دارد، بنایی است که به خانه حاج ناصر واقفی معروف است. این بنا دارالحکومه یا دفتر کار حیدر بوده. حیدر یکی از سرداران لایق و رشید لطف‌علی خان زند بوده که در جنگ‌های متعدد در کنار وی شمشیر زده است.
حیدر پس از شکست لطفعلی خان زند از آقا محمد خان قاجار همراه او به کرمان می رود. زمانی که لطفعلی خان زند دستگیر می شود برای نجات او می شتابد، ولی او نیز دستگیر و کشته می شود. او در یکی از محلات زرقان مسجد و حسینیه ای ساخت و این محل اکنون نیز به نام حیدر نامیده می شود. دارالحکومه حیدر با تزئینات و قدمت منحصر به فرد ارزش ثبت در فهرست میراث فرهنگی کشور را دارد. یکی دیگر از بناهای قدیمی زرقان که محل زندگی خانهای این شهر در گذشته بوده، خانه قنبرخان است. گفته می شود این بنا قدمتی حدود 150 تا 200 سال دارد. نقاشی ها، آجرکاری ها و سایر تزئینات این بنا را ارزشی خاص بخشیده، به گونه ای که شایسته است به عنوان یکی از میراث فرهنگی کشور شناخته و محافظت گردد. کاروان سرای زکی خانی. آن گونه که از نوشته ها و گفته ها برمی آید، زرقان در گذشته رونقی بسیار داشته. کاروان های زیادی در این شهر اتراق می کردند. کاروان سرای زکی خانی با قدمتی حدود 200 سال یکی از مکانهای اتراق کاروانیان بوده است.
آبنبار زرقان که امروزه به زورخانه تبدیل شده است. در گذشته نه چندان دور بخشی از آب جوی زرقان جهت مصارف ساکنان به این آبنبار منتقل می شده است. یکی از هنرهای کهن این شهر حصیربافی است. این حصیرها با استفاده از نی بافته می شوند. این هنر قدمتی چند هزار ساله دارد. از این حصیرها برای ساخت سقف منازل نیز استفاده می شوند. مشک دوزی و ملکی دوزی از دیگر هنرهای دستی این شهر هستند. زبان مردم اصیل زرقان فارسی است. بسیاری از زرقانیان از این بنا خاطراتی دارند. بنای معروف به مدرسه علی سیاه با قدمتی حدود 90 سال و تزئیناتی بی بدیل. زرقان یکی از قطب‌های تولید انگور نیز می باشد. به گونه‌ای که انگور بش یا دیم زرقان شهرتی فراگیر دارد. انگور را با پهن کردن در زیر نور آفتاب در باغ‌ها به کشمش تبدیل می کنند. در گذشته برای محافظت از مکانهای پهن کردن انگور که به آن میزگاه می‌گویند، برج‌های مراقبتی می‌ساختند که یکی از آنها هنوز پابرجاست. وقف میراث جاویدان، مدرسه‌ای که توسط دو خیر زرقانی ساخته و به آموزش و پرورش اهدا گردید. زرقان امروز شهری رو به توسعه با جمعیتی حدود 30,000 نفر.
میدان بسیج، یادآور خاطرات تمام جوانمردان است که مردانه در مقابل دشمن اشغالگر ایستادند و برخی نیز در این راه جان خود را تقدیم کردند. از خون جوان، از خون جوان، از خون جوان، آن وطن نامه، خدا نامه، حبیب نامه، جانم نامه دمی. از ماتم سر، از ماتم سر، از ماتم سر، به قد شان سر و جام سر و خدا سر و حبیب سر و خمیر. در سایه گل بلبل از این پاس خزیده گریز و چومن دانشگاه آزاد اسلامی یکی از مکانهای علمی زرقان است که اکنون حدود 1500 دانشجو دارد. وجود بیش از 250 کارخانه تولیدات صنعتی در اطراف زرقان این شهر را به شهری صنعتی تبدیل نموده. شهر زرقان یکی از قطب‌های تولید شیر بوده و با بیش از 150 واحد تولید شیر روزانه بیش از 65,000 لیتر شیر مازاد بر مصرف شهر را به کارخانه های تولید محصولات شیری عرضه می نماید. زرقان یکی از قطب‌های تولیدات کشاورزی استان فارس نیز می‌باشد. یکی از سوغات این شهر حلوای ارده است. این سوغات که شهرتی فراگیر دارد یکی از شیرین ترین سوغات کشور است. یکی از تفرجگاه های این شهر جوی زرقان بوده که اکنون خشک شده و به سرنوشتی غم‌انگیز دوچار شده است.
حوض ماهی، بخشی از رشته قنات کتریزک که دیگر آبی ندارد که ماهی داشته باشد. دره چپ و راست، یکی از تفرجگاه های طبیعت دوستان زرقان. بوستان مهر، ساختان در زمان شورای اول آغاز شد. این بوستان در پرجمعیت ترین و کم امکانات ترین محله زرقان، محله حیدر واقع است. خیابان بافت قدیم، خیابان نیز در چند سال گذشته مانند بوستان مهر با بیمهری روبرو شده است و یک دیوار ترک خورده کاهگلی چون سدی استوار راه پیشرفت آن را بند آمد. اکنون در زرقان شوری برپاست. بخشی از جمعیت این کهن شهر با تشکیل ائتلافی از جوانان نواندیش و افراد با تجربه روز و شب در تلاشند تا مردم را به شرکت هرچه با شکوه تر در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تشویق کنند. ائتلاف زرقان یک پارچه. کاندیداهای ائتلاف: مهندس علیرضا قاسمی، کارشناس ارشد عمران و دانشجوی دکترای سازه دانشگاه شیراز. بنده کاندیدای سومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر زرقان هستم. انتخابات یک حق پس با حضور در انتخابات 24 آذر ماه بیایید با انتخاب افراد شایسته و کارا به حق حقوق خودتون در 4 سالی که پیش رو هست برسید. ابراهیم قائد محمدی، دارای تحصیلات دیپلم و سالها تجربه در امور اداری. به نام آنکه جان را فکرت آموخت، بنده حقیر طبق وظیفه که بر عهده‌ام گذاشته شد در سومین دوره شورای اسلامی شهر زرقان داوطلب شدم. لذا از همه مردم خوب زرقان و همه مردم دوست داشتنی تقاضا دارم
و میخوام از همشون که به طور یک پارچه و متحد روز 24 آذر ماه در پای صندوق‌های رأی حاضر بشن و با توکل به خدا به 5 نفر از برادران خوب زرقانی انشالله رأی بدن. و صلی الله علی محمد و آل محمد. کریم رحیمی، کارشناس جامعه شناسی، تخصصی که یکی از نیازهای فعالیت‌های فرهنگی شهر میباشد. به نام دوست که هرچه هست از اوست، سلام عرض میکنم خدمت تمامی همشهریان بزرگوارم. بنده حقیر کاندید سومین دوره انتخابات شورای شهر زرقان میباشم. آرزوی موفقیت میکنم برای همه عزیزان بزرگواران. امیدوارم 25 آذر روز به یاد ماندنی برای همشهریان بزرگوارم باشه. محمد مهدی کاویانی، کارشناس علوم تربیتی با سالها سابقه درخشان مدیریت. بسم الله الرحمن الرحیم. با لطف خدا و عنایت آقای امام زمان، قصد ما اینه که انشالله کمر ببندیم به خدمت به این مردم شریف و خوب زرقان در سومین دوره از انتخابات شورای اسلامی شهر زرقان. امیده که انشالله خداوند در این مأموریت ما رو موفق بداره و بتونیم شرمنده هم ولایتی ها و هم شهریامون نباشیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات. مهندس رضا ظریفی، مهندس عمران و کارشناس نظارت شهرداری زرقان. به نام خدا. با عرض سلام خدمت مردم فهیم زرقان، بنده کاندیدای سومین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر زرقان می باشم و امیدوار هستم که در روز 24 آذر مردم به صورت یک پارچه و یک دل در انتخابات شرکت کنند. به طور حتم روز 24 آذر روزی سرنوشت ساز و نقطه عطفی در تاریخ معاصر زرقان خواهد بود و روز 25 آذر ماه روز جشن و سرور حامیان ائتلاف زرقان یک پارچه. Oh,